عراق کشت برنج را پس از 2 سال ممنوعیت با متدهای جدید سازگار با آب و هوای این کشور از سر گرفت. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. عراق پس از 2 سال ممنوعیت به دلیل کمبود آب کشت برنج را از سر گرفته است و در حال آزمایش گونه ای از این ماده گیاهی است که نسبت به نمونه های کاشته شده سنتی آب کمتری مصرف می کند. مهدی سحر الجبوری، معاون وزیر کشاورزی عراق به رویترز گفت این کشور 150 کیلومتر مربع را برای کشت برنج در این فصل در نظر گرفته است و پیش بینی می کند که بازدهی آن 150 هزار تن باشد. این اقدام به دنبال یک ممنوعیت 2 ساله صورت می گیرد که طی آن سالانه 5 تا 10 کیلومتر مربع بذر برنج کاشته می شود. در دهه‌های گذشته این کشور بیشتر برنج مورد نیاز خود را کشت می کرد و گندم و جو صادر می کرد و زمانی هم بزرگترین صادر کننده خرما در جهان بود، تا اینکه مشکلات مربوط به کیفیت خاک، سیستم های آبیاری ضعیف، خشکسالی و دهه ها جنگ عواملی بودند که بخش کشاورزی این کشور را تحت تاثیر قرار دادند. مسئولان قله عراق می گویند که این کشور همچنان به واردات حدود 1,250,000 تن برنج در سال جاری برای پاسخگویی به تقاضای داخلی نیاز دارد. کشت برنج در عراق معمولاً از ماه ژوئن آغاز می شود و با برداشت در ماه نوامبر به پایان می رسد. انواع مختلفی از برنج در عراق کشت می شود که برنج انبر که به خاطر عطر و طعم بی نظیرش معروف است محبوب ترین آنهاست. کارشناسان کشاورزی عراق گونه جدیدی از برنج به نام قیری را تولید کردند که ترکیبی از گونه‌های انبر و یاس است و می‌توان آن را با سنپاش‌های ثابت و بدون نیاز به قرقابی کاشت. این نوع برنج پس از آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی مشخاب در سال گذشته در این فصل در مقیاس کوچک کاشته شده است. مسئولان دست‌اندرکار عراقی گفتند که برنامه‌هایی برای گسترش کشت این نوع برنج در فصول آینده در دست اجرا دارند. هدف دولت عراق این است که روش آبیاری سنتی که شامل قرقاب کردن محصول با آب است به استفاده از سیستم‌های آبیاری ثابت و کاشت‌های مکانیکی تبدیل شود. برای سال 2024 کشت برنج در 5 استان نجف، دیوانیه، مصنع، زیقار و بابل مجاز شده و استان نجف بیشترین سهم را برای خود اختصاص داده است. بارندگی زمستان گذشته و تعهدات ترکیه برای افزایش دسترسی عراق به آب آزاد شده از رودخانه های دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه می گیرد باعث از سرگیری کشت برنج شده است. حسین مردان نماینده مجلس عراق به رویترز گفت که زمین های کشاورزی در سالهای آینده با اتخاذ روش های آبیاری قطره‌ای برای برنج که در حال حاضر در دست مطالعه است افزایش می‌یابد و به 1,000 کیلومتر مربع خواهد رسید.